جمعیت هلال احمر با هدف استفاده از توان عمومی جامعه در استان کرمان، بانوان را هم به خوبی آماده کرده است تا در حوادث همپای امدادگران مرد باشند. همسر من یه امدادگر بوده، با هم ازدواج کردیم و همچنان ایشون پشتبانوی من بودم. آیا توی کار امدادگریشون موفق تر هستن یا توی کارهای منزل و بچه داریم؟ هر دوتاشون. بانوان امدادگر کرمانی همیشه در صحنه‌های امدادرسانی حضوری فعال داشتند و در این مسیر برای افزایش آرامش و امنیت روانی جامعه در تلاشند. از سال 82 زلزله بعد من به صورت افتخاری وارد هلال احمر شدم. از طریق کانون‌های دانشجویی هلال احمر وارد هلال احمر شدم. از شعبه راین شروع کردم امدادگیری رو. ما 5 تا امدادگر خانم در واقع به درجه بالاترین درجه که ایثار باشه رسیدن و آقایون هم 14 تا هستن که جمعا 19 تا خانم و آقا در جمعیت استان درجه ایثار دارن که بالاترین درجه است. تکیه بر توانمندی و خودباوری رمز موفقیت این بانوان است که مورد تایید مردان امدادگر نیز می باشد. یه هیجان خوب داره واقعا. آدم که اگه هدف داشته باشه به سمت اون هدفی که کمک به دیگران هست احساس خوبی میگیره. خانم ها به خاطر شخصیت روحی و روانی که دارن نسبت به آقایون خیلی بهتر میتونن در زمینه حمایت روانی کمک کنن با آسیب دیده. و سهم استان کرمان از امدادگری بانوان و حمایت از آنان. برای اینکه یک پایگاه ویژه بانوان هم تشکیل بدین، این موضوع در سطح کشور در حال پیگیری است که به محض اعلام وصول حتما انجام. آرامش در حوادث در سرخی و سفیدی لباسی است که زن و مرد نمی‌شناسد و تنها یک هدف دارند: کمک رسانی و امداد به هم‌نوع. نجفی، باشگاه خبرنگاران جوان، کرمان.